دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال من خیلی خوش اومدیم. بچه امروز میخواییم با هم دیگه از شاهین نجفی ترک اینگونه رو آنالیز و ریاکشن بگیریم. طبق کامنت هایی که شما برای من گذاشتین، این ترک داستانش از این قراره که گویا شاهین نجفی تو محله خودشون یه دختر خانومی بوده که لال بوده و از دوستانش بهش خبر میرسه که به این خانوم تعرض میشه، تجاوز میشه به صورت متعدد توسط افراد مختلف و توی همون برهه میسین که شاهین پیگیری میشه که خب چرا این مثلا به پدرش نمیگه و چرا اصلا راجع به این موضوع مثلا با خانواده صحبت نمیکنه و به پدرش مثلا نمیگه و اینها. سالها میگذره و شاهین دوباره از طریق یکی از دوستاش بهش خبر میرسه که آقا یادت مثلا فلان دختر خانوم مثلا اینطوری و فلان که آره خودکشی کرده، بعد و با خبر میشن که میدونی چرا مثلا به پدرش نمیگفت؟ چون پدرش هم بهش تجاوز میکرد. و گفتیم که این مرتبط با داستان این ترک هست، حالا بریم و بشنویم ببینیم که به چه ترتیبیه. و خب خیلی توی این روزا که همین جوریش حالمون خوب نیست و همش اخبار بد و همش دیگه توی شرط روحی نامناسبی هستیم دیگه، این تیپ کانسپت این ترک بخواد این جوری باشه، خب پیشا پیش مشخصه که داستان از چه قرار رو ما رو چه قرار رو که ناراحت کنه. به حال میریم و با هم دیگه این ترک رو بررسی میکنیم. از فرش رانند تاکسی به من، از مطلک جنسی من بزن، از بوغ ممتد و بی اختیار، از هرزگازی موتور سوار، از آب میوه و طعم اسید، احساس رخوت و دردی شدید در مهره ها. همینجا وای میسنیم. به نظر میرسه که تو پارت یک ورس اشاره داره به زنجیره حالا کارهای خوب و بد. مثلا راننده تاکسی با من بد رفتاری، به طور مثال میگم، به من یه تعرضی میکنه، منم میرم به یکی دیگه تعرض میکنه و اون میره به یکی دیگه دشنام میده و این همینجوری یک زنجیره بدی منتشر میشه و همینطور برعکسش هم امکان پذیره ها. و به نظر میرسه که توی پارت یک ورس برداشتم این بود که از زنجیره رفتاری انسان ها نسبت به هم داره صحبت میکنه و حالا ویدیو کلیپش هم حالا یه طرف خودشه و یه طرف دختر خانومیه، شاید اشاره به همون دختر خانومی که شما توضیحش دادی. حالا باید بریم جلو ببینیم. موزیک هم خب یه کلینگیتار خالی بود، گامش رو لسه در بیاریم و بعد مفصل بگیم که داستان موسیقیش هم چیه. پر از می مینور هستیم، گامونم می مینوره. دن 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 دن. حالا بریم بقیهش رو بشنویم چون ملودی وکال تو پارت دو ورس عوض شد، بریم ببینیم که چطوره. و طعم اسید، احساس رخوت و دردی شدید در مهرهای کج تو کمر، از این دم و باز دم بیست پر از ره و می، احساس خوب کمی خودکشی، یه سیم آخر و آدم کشی، اقدام این زن زیر پتو، با طعم خوابیدن از رو برو. کلن شاهین نجفی یه اینجوری که من تا حالا تو این 7-8 تراکی که ازش بررسی کردم برداشت کردم، یا خیلی آدم باحالیه که خیلی به صورت خنده‌داری تا
تابوهای ما رو به تمسخر میگیره و تابو شکنی میکنه و ساختار شکنه بسیار بامزه و از این خوشمزگی خودش که ذاتاً آدمی که به نظر من مثلا میتونه حتی یه کمدین باحالی باشه، اصلا یه آدم بامزه، این بامزگی ذاتیشو میاره توی هنر و مسائلی که میخواد نقد کنه رو خیلی خوشمزه و خنده‌دار و باحال انجام میده، مثل اون محمد نوبری که با هم دیگه مفصل دیدیم. یه پارت از شاهین نجفی، یه پارت دیگه‌اش یه پارت بسیار دارک و سیاه و دردناکیه که وقایع رو میتونه به نحوی اونقدر دردناک برای شما ترسیم کنه که شما تو دو روز افسرده باشی. مثلا 209 یه جوری برات عشقی میگه، این همه ما ترک عشقی داریم، شاهین نجفی یه جوری عشقی برات میگه که تا یه هفته افسرده باشی، یا این ترک اینگونه. دو مشخصه متفاوت از هم داره و عموماً آدم‌هایی که افسرده هستن هم از این تیپ، دو تیپ شخصیتی که براتون گفتم هم برخوردار هستن. حالا من قصه رو ندارم که بگم ایشون افسرده است، کلا میخوام به یه روانشناسی این موضوع هم اشاره بکنم، فقط میخوام بگم ایشون واقعا در هر دو عرصه خندوندن و گریوندن، با زبان تمسخر یه موضوعی رو فهموندن و با زبان درد فجیع یه موضوعی رو فهموندن، واقعا توانا. با طعم خوابیدن از رو برو خط روی ماشین همسایه ها، تقریب روز و شب سایه ها. و خب به عقده های درون کشوری هم اشاره میکنه. حالا تا الان که یه دقیقه و نیم از ترک رفته و در واقع نزدیک به یک سوم از ترک رفته، چون موضوعی که گفتین اشاره نکرده، شاید فقط کانسپتش از اون گرفته باشه. البته ویدیو کلیپش هم به نظر میرسه که حالا اون بغل ببینیم چیه. هر شب تجاوز به یک خاطر، از هم دریده شدن یک سره. بچه همینجور که داریم حالا موارد مختلف و از جمله ویدیو کلیپ اینو بررسی میکنیم، آکورداش هم الان دیدین یه خورده ملودیک شد، چون که همونطور که قبلا بارها صحبت کرده بودیم، وقتی من تو می مینور هستم اگه یه فاصله بیام عقبتر از ر مینور میشم، از می مینور میشم ر ماژور، دو ماژور، و حالا اینو برگردم دو ماژور ر ماژور، دو ماژور ر ماژور می مینور، خیلی محبوبه کاری که الان کردن، دن درن دون درن دن درن، دو ماژور ر ماژور می مینور. از هم درید شدن یک سره، این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا. به نظر میرسه که ویدیو کلیپش اینطوری باشه که احتمالاً شاهین نجفی داره از یک مرد خودش رو مثلا گریم آرایش تور میکنه و اون دختر خانم هم خودش رو داره گریم مردونه میکنه. حالا باید ببینیم که چرا این کار رو آسمان میزنم بی محبا، این دونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محبا، این دونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محبا. همینجا باید میستیم کورس خیلی شبیه به آهنگای حبیبی دن دن درن دن درن دن درن دن درن درن، خیلی شبیه به حبیبی، خصوصا اونجایی که فاصله زیره رو خون، خیلی فاصله، دقیقا فاصله یه که حبیب تو آهنگاش استفاده میکنه، کورس خیلی شبیه به حبیبه و اتفاقا آکوستیک گیتار هم که داره ریکورد میشه و اون ریتمی که داره میزنه خیلی شبیه به حبیبه. نمیخوام بگم کپی و اینا هستن، از اون نیستا، استایل کار شبیه به ملودی های قالب، سبک خوندن و سبک ریکورد و سبک حبیبه. حالا سبک حبیب که مشکل نداره وقتی سوء برداشت شه. آسمان میزنم بی محبا، این دونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محبا،
دل عرق زیر این روسری، چشمان هیز دوتا مشتری، تشویشم از خشم تند پدر، عاشق شدن زیر خط خطر، آتش شدن زیر حجم تنت، با بوی تند پس گردنت. بچه ها الان دیدین که خیلی سوز کار رفت بالا. یادتونه میگفتیم که درجه ششم چه احساسی رو منتقل میکنه؟ الان همش روی رئومی بودیم، رفت روی درجه ششم که هست دو. دن 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 درم دم درم دم درم دم دم درم، و اون حس غم و سوز رو تو درجه ششم آکورد دیدیم. برمیگردم به همه ویدیوهایی که همش اشاره میکنم، آکوردها هستن که آهنگا رو میسازن، آکوردها هستن که آهنگو غمگین، شاد، سوزدار، فلان بیسار میکنن. الان اینجا استفاده به جا از این درجه ششم که دو باشه، اینجوری آهنگو سوزدار کرد. و ویدیو کلیپ بله دقیقا اینطوریه که اون خانوم داره آقا میشه، این آقا داره خانوم میشه. حالا ببینیم که چرا. با بوی تند پس گردنت، سنگین چشم تو روی من، آزار چنگ تو روی بدن، در جنگ مغموم دیوانه ها، هوا معصوم این خانه ها، در پشت لرز لب سرخ من، بچه بذارم عقب. خیلی روی این پارتش میخوام صحبت بکنم. حالا با هم یه بار گوش دادیم، میخوام بگم که چه اتفاقی داره اون تو میفته. ره می خفم بود. ببین چه اتفاقی افتاده. میگه میرم روش میزنم و روش توضیح میدم. خیلی باحال بود، خیلی خفن بود. کورسای دیستورشنش تو هر آهنگ میشنیدم این کفمون خدایش میبره. روی من آزار چنگ تو روی بدن، در جنگ مغموم دیوانه ها، ره ره دو ره می ره می ره می ره حالا دو خواستم به اون دوه بگم که هر وقت میمد چه تخلیهی میشدیم. این معجزه موسیقیه که سرموقعی یه جوری میبره تو، یه جاهایی یه مچالهی میکنه همه سلولاتا میرزه به هم که تو اصلا تا
5 دقیقه قفلی و اصلا روح تو به پرواز در میاره. یه سولا هم روش بزنیم حال کنیم. خب حالا بعدن برای من کلی کامنت گذاشتیم که آقا تو چجوری انقدر فوری سولو در میاری، روش میشینه و اینا. موضوعی هست به اسم کیجد سیستم، CAGED سیستم، میتونین تو یوتیوب هم سرچ کنین، حتما ویدئوی ازش هست که شما اگه به کیج سیستم تسلط داشته باشین، آکوردا رو بدونین چه، همون لحظه بداهه هر چی میزنین خوب در میاد، هر کاری کنین بد در بیاد خوب در میاد، یعنی نوت ها رو خوب پیدا میکنین، نوت زیبایی ها رو. این جوریه، یعنی یه مقدار تجربه میخواد، یه ذره دانش، یه ذره تجربه، حالا یه ذره بیشتر تجربه به علاوه دانش. شما میتونین همون موقع سولو خوب در بیارین، نیاز نداره 20 ساعت مثلا سعی و خطا بکنید. روی من آزار چنگ تو روی بدن در جنگ مظلوم دیوانه ها هوا محسوم این خانه ها در پشت لرز لب سرخ من بوس آبا و تو آنگش زدن رویای بیوده بوسه ها داستانه. تموم شد دیگه؟ بله، لیکس هم از خودش بود. داستان از این قرار بود که تو ویدیو کلیپ، که چه ویدیو کلیپ از کی بود؟ تنگس تو ویدیو کلیپ از شهریار احدی. حالا خیلی کانسپت ویدیو کلیپ خیلی ناجور بود. ببینید، احتمالاً میخواست اشاره بکنه به این که حالا تو کشور ما خانم‌ها به خاطر حالا مسائلی که هست و تبعیض هایی که وجود داره و حقی که کم دارن و آزادی که ندارن و اینها، شاید خیلی متمایل باشن به اینکه دوست داشتن ای کاش که پسر می بودن، ریفر به ترک برای شروین. و حتی ممکنه که حالا این یه جنبه، ولی اینکه چرا شاهین خودشو دختر کرده، حالا تعبیر مختلفی میتونه داشته باشه. شاید این که هیچ چیزی تو کشور ما سر جای خودش نیست و هر کسی متمایل به جایگاه دیگه ای هست، خب به هر حال ممکنه که یه مردم به خاطر عدم توازن، به خاطر این همه تبعیض و اینها، همه دوست دارن که یک، شاید این یه تمثیل باشه، دوست دارن که یک جای دیگه می بودن و جای خودشون، حالا جنسیت خودشون، جای خودشون راضی نیستن. این یه تعبیر میتونه داشته باشه. تعبیر دوم میتونه اشاره کنه به ترک هایی که ما داریم از اندیشه شاهین نجفی مبنی بر فمینیستی میشنویم، مبنی بر این موضوع جنسیت های تنوع جنسیت های دیگه و تنوع، حالا از چه کلمه می بعد استفاده کنم، الان انگلیسیشو به خاطر دارم، فارسیش همین موضوع مثلا همجنسگرایی و مشابه و حالا تغییر جنسیت، الان کلمه فارسیشو به حضور ذهن ندارم که بخوام بیان کنم، شاید به این اشاره میکنه. به هر حال غم انگیز بود ترانش، که بسیار غم انگیز بود، موزیک بسیار غم انگیز بود، با تجربه عقبه ای هم که ازش شنیده بودیم، هم به همین ترتیب به این گونه. مواظب خودتون خیلی باشین و خدا نگهدار.